سلام، به برنامه آخر خط به گونه زنده است تلویزیون نور خوش آمدید. شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان امروز صبح به افغانستان آمد. این سفر به دعوت رئیس جمهور غنی صورت گرفته است. ریاست جمهوری اعلام کرد که در این سفر روی صلح و مبارزه با گروه های هراس افغان و تجارت و ترانزیت میان دو کشور صحبت شده است. ریاست جمهوری گفته است که در این سفر قرار بر این شده تا مشاورین امنیت ملی و وزرای خارجه دو کشور روی نهایی کردن سند پلان عمل دو کشور کار را آغاز کنند. در این سند تعهد دو کشور برای مبارزه با تروریسم تصریح می‌یابد. هنوز جزئیات این سفر نخست وزیر پاکستان به افغانستان بیرون داده نشده. دولت افغانستان پاکستان را متهم به حمایت از طالبان و گروه های هراس افغان دیگر در افغانستان می کند. این در حالی است که نخست وزیر پاکستان یک روز پیش از سفرش به افغانستان این موضوع را رد کرد و در مقابل گفت که افرادی که در پاکستان دهشت ایجاد می کنند در افغانستان مستقرند. واقعیت این است که از این سفرهای مقامات دو کشور زیاد صورت گرفته و اما آنچه تغییر نیافته روابط تیره و خصمانه دو کشور افغانستان و پاکستان است و هرچه وعده و وعید پاکستان فقط در حد شعار بوده است. پیرامون این موضوع بحث داریم با آقای سید حبیب الله هاشمی، استاد دانشگاه. سپاسگزارم از حضورتان آقای هاشمی. شکر. این سفر به چه منظوری صورت میگیره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما، بیننده محترم تلویزیون شما. در اواخر که استراتژی جدیدی ایالات متحده آمریکا برای منطقه به جنوب آسیا به خصوص برای افغانستان در ماه آگوست سال 2017 و زمانی که اعلان میشه، بیشتر تمرکز برای است که چطور میتونیم در منطقه یا جنگ نامعلومی که ایالات متحده آمریکا در افغانستان رو پیش میبره و در طویل‌ترین جنگ ایالات متحده آمریکا در تاریخ شان است، چطور میتونیم حداقل تثبیت بکنیم که بالاخره ما جنگ در کجا میکشیم یا جنگ ما را در کجا میکشانم. بعد از اعلان این استراتژی، فشارهایی که در منطقه برای پاکستان افزایش یافت و نقش کشور هندوستان در افغانستان یکی از گزینه‌هایی بود که هم فشار مستقیم برای پاکستان هم فشار غیر مستقیم از طریق کشور هند یا افزایش نقش هند در جنگ افغانستان، فشارهایی بود که برای پاکستان افزایش داشت. پاکستان در آغاز از اعلان استراتژی مخالفت خود یا به نوعی که ملاحظات خود اعلان کرد که ما ملاحظه داریم بخاطر که شما به هر اندازه ای که نقش هند در افغانستان افزایش میده، جنگ افغانستان رو به یک سمت نامعلوم دیگر هم جهت میده. ولی با وجود از این، هم با وجود تلاش هایی که پاکستان مخالف روابط نزدیک افغانستان با هند با قاطعیت بسیار به جدیت مخالفت داره، من این مقدمه رو به خاطر عرض میکنم. با وجودی که حکومت افغانستان بارها تلاش کرد هم جامعه جهانی را به خصوص ایالات متحده آمریکا را قناعت بده که جنگی که در افغانستان است یک بخش بزرگی از بیرون است که تمویل مشخص یا جاهای مشخصی که است که گروه مخالفین افغانستان نظام افغانستان تمویل میشه، تجهیز میشه، بر جای پناهگاه ها برشان داده میشه، در شهرهای مهم پاکستان زندگی میکنن و بر جای امکانات فراهم شده و از اینجا جنگ افغانستان رهبری میکنن. تا زمانی که شما برای پاکستان فشار لازم را به وجود نبیارین، نمیتونین که در افغانستان جنگ افغانستان حداقل شما یک جهت بتین یا حداقل واضح بسازین که ما با کی در جنگ هستیم. با وجودی که رئیس جمهور افغانستان در آغاز که بعد از در اولین سفری که به پاکستان داشت و بعد آمد و یک میاد برش وقت گذاشت و در نتیجه ما دیدیم که در شهر کابل به انفجار بسیار قویه که در نتیجه صدها هموطن ما شهید شدن و واضح گفتن که ما با یک جنگ نیابتی با پاکستان مواجه هستیم، یا به این معنی که ما دیگر ضرورت نداریم که با گروه مخالفین مذاکرات کنیم، ما ضرورت داریم با کشور مذاکرات کنیم که از جمله کشور پاکستان که از اهداف مشخصی حکومت افغانستان قرار گرفت که ما میتونیم پاکستان رو وادار این سفر در همین راستا صورت بگیره، مذاکره دولت با دولت دولت با خاطر خب، اما سوال پیش افکار عمومی مردم افغانستان است که از این سفرها زیاد صورت گرفته، آنچه که وعده شده به او عمل نشده. خب اگر ما در رابطه با کشور پاکستان و نقش پاکستان در جنگ های داخلی افغانستان چی را شما از 18 سال گذشته بگیرین و یا از سال 1357 آغاز بکنین که چطور پاکستان نقش خود در افغانستان افزایش داد.
یک موضوع به صورت واضح است، سفری که به سطح دیپلماتیک است یا حکومت ملکی پاکستان است و استراتژی که از طرف نظامیان پاکستان یا سیاست خارجی پاکستان که در دو عرصه مشخص حکومت ملکی صلاحیت وضع استراتژی را ندارند، که یک کشور هند است یک کشور افغانستان است، در پاکستان یا در راولپنڈی مرکز ترسیم استراتژی پاکستان در رابطه دو کشور است، دست اول یا سخن آخر نظامی پاکستان میگه. خب این مقامی هم که سفر میکنه تا یک مقام ملکی است و تا یک سطح دیپلماتیک بهتر است که ما حداقل یک رفتار داشته باشیم، ولی ما فکر میکنیم که بیشتر تمرکز و بیشتر فشار بالای حلقات نظامی پاکستان آورده شود و آنها وادار بشوند که سفرهای داشته باشند و بالاخره به قناعت از واقع پرداخته شود یا فشارها وارد شوند که حداقل شما عمق استراتژی که بعد از سال 1970 در زمان ضیاءالحق در رابطه با افغانستان ترسیم شد و به صراحت گفت که ما در افغانستان یک کشور یا ما میخوایم که فرندلی گورنمنت یا حکومت دوستانه داشته باشیم، از او به بعد استراتژی که اصلا دست نخورد و تا به امروز هم ادامه داره. اجازه بدین من این موضوع رو کمک واضح کنم. چهار عرصه بسیار عمده در استراتژی که در بعد از سال 1970 در رابطه با افغانستان از طرف حکومت پاکستان یا حکومت ضیاءالحق با همکاری کشورهای حامی پاکستان یا کشورهایی که پاکستان حمایت کردن بر سی بین دلی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و کشورهای همچون مثلا چین و غیره کشورها بودن، چهار اوزی بسیار مهم بود. اول موضوع که در رابطه با افغانستان بود، کاهش نقش هندوستان در افغانستان، یعنی به پاکستان بسیار ملاحظات جدی در رابطه با رابطه دوستانه افغانستان که یک رابطه تاریخی هم با هند داریم ملاحظه بسیار جدی داره. دوم موضوع آب افغانستان است که پاکستان همیشه به ملاحظه داره. موضوع سوم موضوع خط دیورند است، با وجودی که در عمل یک موضوعی است که همیشه پاکستان اعمال صلاحیت کرده ولی به شکل رسمی یا به شکل تحریری چیز نداره. و موضوع چهارم روابط خارجی پاکستان افغانستان، بخصوص روابط با طور ترسیم شوه روابط خارجی افغانستان که پاکستان متضرر نشه یا به غیر مستقیم تحت تاثیر پاکستان قرار بشه. چهار عرصه مشخص یا چهار عرصه مشخصی که پاکستان همیشه خواستار بوده بعد از سال 1970 تا به امروز که پاکستان دنبال راه همو عمق استراتژی خود بوده در رابطه با افغانستان و در نتیجهش ما 40 سال گذشته را در جنگ ها سپری کردیم و امروز هم ما نتونستیم که حداقل اندکترین تفاوت را اندکترین تغییرات را در رابطه با عمق استراتژی پاکستان در افغانستان مهیا کنیم، به خاطر که این عرصه است که حکومت ملکی پاکستان صلاحیت اعمال نداره. متاسفانه همیشه ما با جناح ملکی رو برو بودیم ولی جناح اصلی که ترسیم کننده رابطه است نظامیان پاکستان. جناب آقای هاشمی، وقتی که وضعیت این گونه است، نظامیا در پاکستان در خصوص چگونگی رابطه این کشور با هند و افغانستان حرف اول میزنن، ما از کجا انتظار داشته باشیم که روابط افغانستان با پاکستان میتونه بهبود پیدا بکنه؟ این سفر مقام ملکی پاکستان میتونه به افغانستان سودمند باشه؟ تا یک اندازه گفتم به سطح دیپلماتیک بهتر از حداقل از خانه، اما وقتی نتیجه این نتونه در وضعیت داشته باشه، از این سفرها زیاد صورت گرفته. ما در حال حاضر هم شاهد هستیم که تغییر در میادین جنگ نیامده و برعکس وضعیت پیچیده هم شده. تا زمانی که در رابطه با عمق استراتژی پاکستان با نظامیان پاکستان با مرکز ترسیم رابط خارجی پاکستان مذاکرات یا با صراحت بگویم با حکومت نظامی پاکستان صحبت های جدی صورت نگیره، اعمال فشار بالای آنها افزایش نیابد، بخش حکومت ملکی که اعمال صلاحیت را نداره، بخش حکومت ملکی پاکستان که صلاحیت تغییر در استراتژی یا عمق استراتژی پاکستان را همیشه تحت اثر نظامیان پاکستان بودن، اصلا یا صلاحیت ترسیم پالیسی ها در داخل به سطح ملی خود ندارن، ولی با وجود تمام مشکلاتی که در این عرصه ما داریم و می به صراحت میتونیم بگیم که پاکستان چیزی را که بخش نظامی از ها میگم گپ اول آخر است، ولی به سطح ملکی یا به نشان دادن به جهانیان بهتر است که ما یک در مذاکرات حداقل با پاکستان داشته باشیم که حکومت ملکی در تفاهم با حکومت افغانستان به خاطر رسیدن به صلح با هم همکار است، ولی نتیجه شد که تا زمانی که ما یا جامعه جهانی بالای بخش نظامی پاکستان فشار لازم را وارد نکنه، ما فکر نمی کنم که پاکستان به سادگی از جنگ افغانستان دست بکشه. شما پیشتر از فشارهایی گفتین که سوی آمریکا بالای پاکستان وارد شده، این فشارها را من می‌بینین در عمل که ما تغییر را احساس نمی‌کنیم؟
خب و نمیبینیم. بله بله، استراتژی که 40 سال پاکستان دنبال رویز است، ما فکر نکنیم که به سادگی پاکستان وادار یا از منافعی که متاسفانه در روابط منفی افغانستان دنبال میکنه از او بگذره، ولی با مدت زمان بهتر است یا با مرور زمان میتونه تغییرات مثبت را در عرصه وجود بیاره. شما از فشارهای آمریکا گفتید. من به موضوع زمانی که موضوع تحریم ها برای بخشی از مقامات نظامی پاکستان وضع میشه، زمانی که موضوع تحریم ها یا کمک هایی که از طرف ایالات متحده آمریکا و بخش نظامی پاکستان در مبارزه با تروریسم این قطع میشه و مشروط گذاشته میشه، تا زمانی که شما با گروه مثلا گروه حقانی یا مثلا شورای کویته یا پشاور یا پشاور برای زمان شما اقدامات عملی را انجام نتن که اهداف هم امریکایی در افغانستان قرار میده و هم حکومت ملکی افغانستان را مورد هدف قرار میده، تا زمانی که فشار بالای اینها وارد نکنین شما دیگه مستفید از کمک های یا چک های سفیدی که هر سال 1 میلیارد دلار پاکستان بخش نظامیش کمک ها را به دست میارد. این مشروط بوده، این بخش از فشارهایی است که حداقل حکومت نظامی، من چرا حکومت نظامی میگم، یعنی قصدن این اصطلاح را به کار میبره، ما در پاکستان دو حکومت بسیار واضح داریم، یک حکومت ملکی است که صرف به خاطر اینکه ما با کشورها یک روابط داشته باشیم، ولی بخش اساسی حکومت پاکستان به خصوص در رابطه با هندوستان و افغانستان حکومت نظامی است. فشارهایی که در یارسه به وجود آمده در بخش نظامی پاکستان است. این میتونه به مرور زمان پاکستان را زیر فشار قرار بده، تا پاکستان وادار، حکومت نظامی پاکستان وادار بشه که در رابطه با رابطه که با افغانستان داره و استراتژی منفی که در افغانستان دنبال میکنه میتونه طرف مثبتی را بکشه. چرا این فشارهایی که میگین بیایه میتونه تغییر وارد کنه قبلا نیامد؟ تا این 17 سال جنگ افغانستان گفتید که طویل ترین جنگ آمریکا در تاریخش است، چرا قبلا این فشارها نیامد؟ خب اگر ما در رابطه با تاریخ جنگی پاکستان در منطقه صحبت میکنیم، از سال 1970 یا زمان یا بگوییم که سال 1357 به این طرف، زمانی که پاکستان عمق استراتژی را در منطقه ترسیم میکنه با کمک کشورهای ناتو، با کشور بریتانیا و با کمک ایالات متحده، زمانی که پای کشور شوروی در افغانستان کشنده میشه که یک دشمن یا یک رقیب استراتژیک ایالات متحده آمریکا است، پاکستان فراموش نباید کنیم یک کشور در طول تاریخ بوده که جنگ های اجاره‌ای را به دوش گرفته، همیشه به خاطر منفعت خود و به خاطر منفعت کشورهای غربی همیشه در منطقه تولید افراطیت کرده، تولید تروریسم کرده تا به اهداف از او برسن و در نتیجه پول به دست بیاره. مثلا زمانی که پاکستان موضوع تبدیل به کشور اتمی میشه، این تبدیل شدن پاکستان به کشور اتمی یک بحث ساده نیست، پاکستان سالهای متمادی از این کشورهای بزرگ مثلا از ایالات متحده آمریکا، از بریتانیا، از ناتو پولهای انگفت را، کمک های انگفت را به دست آورده، به خاطر از اینکه آنها بتونن رقیب های استراتژیک خود در منطقه مورد هدف قرار بده، پاکستان همیشه به خاطر از این جنگ های جاری پیش بوده. پاکستان بسیار به خوبی میدونه که در کدام نقاط ضعف ایالات متحده آمریکا در افغانستان است، در منطقه است، از بریتانیا است، یعنی پاکستان هم به یک نحوی بازی میکنه با آنها، یعنی فشار آمریکا در رابطش با پاکستان ناگزیری ها داره و نمیتونه قاطع عمل بکنه. ببینین یک چیز فراموش نکنیم که ما در روابط بین المللی یا در بخش سیاست خارجی یا در مجموع ما در سیاست هیچ وقت دوست دائمی و دشمن دائمی نداریم، صرف منافع ملی مطرح است. پاکستان به خاطر منافع ملی خود با کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا همیشه در طول 40 سال گذشته بازی کرده، همیشه منفعت به دست آورده و منفعتی که خودش آنها فکر کردن که به منفعت ماست، جنگ در افغانستان به یک نحوی پیش بردن. میخوام مشخص پاسخ بگیرم، برداشتی است که تا این حال تا 17 16 سال پاکستان بازی کرده با حکومت افغانستان و غربی ها، آمریکا و ناتو، و یا را فریب داده و به حمایت از تروریسم طالبان پرداخته. چرا مثلا این موضوع قبلا حل نشد تا این 17-18 سال؟ چرا از فشاری که شما میگین بالای نظامی ها میتونه سودمند باشه ما قبلا نداشتیم؟ خب من فکر میکنم که ایجاب نمیکرد تا منطقه، تا بالاخره که حکومت ترامپ آمد و با صراحت گفت که پاکستان در طول 17 سال گذشته نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در شورای امنیت به صراحت گفت که پاکستان با ما دوگانه بازی میکرد، هم از ما منفعت به دست میآورد، پول کمک ها به دست میآورد، هم جنگ افغانستان غیر مستقیم. خب اینو قبلا آمریکا یا نمیدونست؟ اینو صراحت اینو قبلا آمریکا یا نمیدونست که پاکستان دوگانه بازی میکنه؟ خب چرا قبلا فشار لازم موضوع رو واضح میکنم، یعنی این قابل توجیه نیست که ما بگیم که ایالات متحده آمریکا یا ناتو در افغانستان حضور داره و نمیدونه که پاکستان چی میکنه. من فکر میکنم بعد از سال 2014 زمانی که نیروهای
اکثریت نیروهای خارجی از افغانستان خارج میشه. آخرای حکومت بارک اوباما است و به صراحت میگه که اگر طالبا و دشمن با ما نیستن یک جنگ داخلی افغانستان است. ما دیگه با جنگ افغانستان سرکار کشورهای منطقه، کشورهای رقیب ایالات متحده آمریکا در افغانستان دست باز پیدا میکنه و جرأت پیدا میکنه که در عرصه یا در امور داخلی افغانستان مداخله بکنه. مثلا کشور ایران به صراحت یا به مستقیم در افغانستان مداخلات آغاز میکنه. روسیه یکی از کشورهایی که به صراحت علی موضوع گفته میشه که رابطه با طالبان دارن، تماس های صورت گرفته، حتی موضوع پول هم مطرح میشه که کمک ها دریافت میکنن، تجهیزات دریافت میکنن. و کشور چین به یک نحوه با کسایی که به نفع خود چین در افغانستان موضوع جنگ را پیش میبرن با کمک میکنن. پاکستان خود یکی از کشورهایی است که حامی توریسم و حامی افراطی در منطقه است. به نحو مدیریت جنگ در افغانستان تقسیم میشه بین کشورها یا عبارت دیگه بگم، بگونی خلق شده که پاکستان کارت بازی داره و میتونه در برابر آمریکایی هم قد علم بکنه. یا به عبارت دیگه بگم، تا سال 2014 یا تا سال 2015 مدیریت جنگ به صورت مستقیم ایالات متحده آمریکا در افغانستان پیش می‌رفت، ولی اکنون مدیریت جنگ تقسیم شده بین کشورهای منطقه. ما این موضوع باعث ازی میشه که آمریکا بدونه که خب مدیریت جنگ از زمانی که تقسیم میشه، شما موثریت که در منطقه دارین دیگه از دست میدین. بهتر است شما بازیکن اصلیه که همیشه با خاطر منفعت جنگ در افغانستان یا به خاطر منفعت شما در منطقه تولید افراطیت کرده بالای فشار بیارین تا بتونن به یک نحو مدیریت جنگ دوباره به دست خود بگیریم. ولی ما فکر میکنیم که موضوع است که حال بازیگرای منطقه در افغانستان بسیار بیشتر شدن و نقش بیشتر آفریدن. موضوع باعث میشه که هم دردسر بر افغانستان هم دردسر به ایالات متحده آمریکا ایجاد میکنن. خب وضعیت به گونه است که پاکستان میایه افغانستان رو متهم میکنه به حمایت از تحریک طالبان پاکستان، میگه حملاتی که در پاکستان صورت میگیره از سوی طالبان تحریک پاکستان مستقر در افغانستان سازماندهی میشه. این اتهام برای چی است و اتهام به خودشان از سوی افغانستان رد میکنه صراحتا؟ خب این به یک نوع کوشش میکنن که از هان جامعه جهانی را یا از هان کشورهای منطقه را تغییر بدن و بگن که خب این تروریسم تنهایی تو نیست که اتهامی که بالای پاکستان کشورهای منطقه در امور داخلی پاکستان مداخله میکنه. ولی من یک چیز به صراحت میگم، زمانی که بحث از تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان مطرح میشه، تی تی پی از کجا به وجود میاد؟ تی تی پی زبان به وجود میاد که حکومت نظامی پاکستان در مناطق قبایلی زمانی که عملیات را آغاز میکنه، اولین عملیاتی که زمانی که راحیل شریف لیدر سیاسی پاکستان بود و آن آغاز میکنه و در سوات و در مثلا باجوار بسیار منطقه که این عملیات آغاز میشه، ظلم هایی که علیه اقتصاد مردم اونجا صورت میگیره، مردم اقدمن میشن علیه نظام پاکستان و دست به سلا گرفتن میگیرن و همیشه کوشش میکنن که حکومت پاکستان، حکومت نظامی پاکستان تحت فشار قرار بدن تا به حقوق حقه اونها رسیدگی صورت بگیره. پاکستان به نوعی کوشش میکنه کسایی که مخالف هستن رنگ سیاسی بدن و کوشش میکنه که هم افغانستان هم هندوستان متهم بکنن که گویا افغانستان و هندوستان متهم بیسن یا تمویل میکنن، تجهیز میکنن ای تی تی پی را که علیه حکومت پاکستان با دست به اعمال تخریب آمیز میزنن یا با یک نوع اهداف از اون مورد یا تاسات اون مورد هدف قرار میدن. ولی من فکر میکنم که بازی داخلی خود پاکستان است، به یک نحو عوام فریبی و به یک نحو ذهنیت جامعه جهانی را تغییر میکنه که هندوستان و افغانستان کوشش میکنن که در امور داخلی پاکستان دخالت کنن. متاسفانه ما در داخل نظام افغانستان یا ما در افغانستان یک ایده سیاسی داریم که به ایده پاکستان سبقه میگذارن، سبقه تصدیق میگذارن و میگن که هندوستان در افغانستان از خاک افغانستان علیه خاک پاکستان اعمال تروریستی را انجام میدن. ما فکر میکنیم که این بزرگترین جفای است که ما با خاک خود، با نظام خود، با مردم خود انجام میدیم و با خاطر منفعت کشوری که 40 سال در جنگ افغانستان دخیل بوده بر از ما حق میگذاریم که و شما حق دارید که در امور داخلی افغانستان مداخله کنیم. از این سفرها زیاد صورت گرفته و نزد افکار عمومی این سفرها نتیجه ای نمیده، چون زیاد صورت گرفته و نتیجه ای را مردم افغانستان شاهد نیست. میتونیم انتظار داشته باشیم که این سفر حداقل بتونه روابط دو کشور را عادی بسازه؟ ما شاهد تنش‌های در روابط افغانستان و پاکستان هستیم، شاهد حملات جنگنده های پاکستانی در ولایت کنر بودیم که نقض تمامیت ارضی افغانستان هم دانسته میشه. سود خواهد داشت؟ روی تنظیم پلان عمل مشترک صحبت شده و ای که با تروریسم مبارزه صورت بگیره سوی دو کشور؟ خب ما فکر میکنم تا یک حد به سطح دیپلماتیک یا به سطح رابطه دو کشور با کشور یک سفر مثبت از سفرها زمانی که به سطح بلند پایه است. اما وقتی نتیجه کار و نتیجه این تلاش های دیپلماتیک
محسوس نباشه چه حسودی داره؟ من برتون میگم، یعنی به سطح روابط کشور با کشور یا به سطح دیپلماتیک بیشتر بهتر است که یک روابط حداقل شما داشته باشید، مگر اینکه شما رابطه به حالت سکوت یا به حالت ساکت قرار بدین، یک رفت آمد حداقل داشته باشین که شما بتونید به سطح روابط بین دو کشور یک تبادل افکار یا حداقل برای یک سری مسئله توافق داشتین. ولی من فکر میکنم نتایجی را که مردم افغانستان توقع دارند، ضرورتی که ما به صلح داریم در افغانستان، ضرورتی که ما داریم که بالاخره از این بنبست از این جنگ 40 ساله ما باید نجات پیدا کنیم، این صلاحیت حکومت ملکی پاکستان است. مگر اینکه شما حکومت نظامی یا بخش نظامی پاکستان مورد فشار قرار بدین، آنها را وادار بکنین که بیان با افغانستان موضوع ممکن است این فشار و تغییر روی نظامی پاکستان تنها به سطح ملی ممکن نیست، مگر اینکه شما فشارهای منطقه‌ای را شما از فشار آمریکا میگین. بله، جامعه جهانی، زمانی که ما از جامعه جهانی میگیم ایالات متحده آمریکا شامل میشه، کشورهای ناتو شامل میشه، زمانی که ما از منطقه میگیم کشورهای منطقه، مثلا کنفرانس قزاقستان بهترین نمونه بود که ما بتونیم حداقل پاکستان را وادار بکنیم که شما دیگر مورد توجه کشورهای منطقه قرار گرفتین که در امور افغانستان بخش پالیسی منفی را پیش میبرین. یعنی در هر سه اسا، هم به سطح ملی، هم به سطح منطقوی، هم به سطح جهانی، پاکستان با تحت فشار قرار بگیره تا حکومت نظامی پاکستان وادار شود که از پالیسی های منفی، از جنگ نیابتی در افغانستان بپرهیزه و برون طرف یک صلح. از جنگ نیابتی میگن، جنگ نیابتی با کی؟ با هندوستان؟ به یک نحوی که پاکستان هم اهداف خود در افغانستان تقویت میکنه و متاسفانه فکر میکنه که در جنگ افغانستان، در نامنی افغانستان، در بی‌ثباتی افغانستان منفعت از اون هفته است و اتار یک ایده جنگ نیابتی گفتید. بله، اجازه بدین، به یک نحوی یا منفعت را هم به دست آوردن، ولی در عین حال پاکستان نمیخواهد که حکومت مقتدر در پهلوی زی که هند یک کشور دشمن استراتژیک با پاکستان است، یک مخالف استراتژیک با افغانستان، افغانستان هم یک کشور مقتدری وجود داشته با دوست بسیار نزدیک با هندوستان که پاکستان از دو عرصه تحت محاصره قرار بگیره، پاکستان اصلا به این موضوع پاسخ بسیار منفی داده و همیشه ملاحظات داشته. هندوستان در افغانستان نفوذ بیش از حد داره چیز زیادی است که از سوی پاکستانی ها عنوان میشه. پاکستان به یک نحوی موضوع را زیاد تبلیغاتی هم جلوان، به خاطر که جنگ افغانستان یک بخش عمدهش جنگ تبلیغاتی است، همیشه کوشش به این شده که جنگ افغانستان بیشتر جنگ تبلیغاتی جلوه بدن و کوشش میکنن به اذهان عمومی یا به جامعه جهانی وادار کنن که هندوستان از خاک افغانستان علیه پاکستان مداخله میکنن. یا مثلا پیشتر شما موضوع تی تی پی را مطرح کردین یا موضوع بلوچ ها را مطرح کردین، اکنون که در پاکستان مظاهرات مثلا اقوام پشتون مطرح است و علیه نظام پاکستان خیستن و میخوان که ما حق خود میخوایم، ما دیگه جنگ نمیخوایم، ما دیگه نمیخوایم که ترور شویم، کشته شویم، با 70,000 کسی که در اونجا کشته شده بالاخره باید کسایی که اعمال انجام دادن به پنجه قانون گذاشته شود پاکستان. این موضوع یک حرکت مدنی داخلی خود هم اتهام برای افغانستان هم برای هندوستان وارد میکنه، به یک نحو اون فریبی، به یک نحو اعمال را که خودش انجام میده اتهامش را برای کشورهای منطقه بگذاره و بگه که خب این کشور هندوستان است، افغانستان که میاد از خاک افغانستان برای پاکستان مداخله میکنه. من فکر میکنم پاکستان بیشتر موضوع را تبلیغاتی جلوه میده در حالی که حقیقت تار نیست. پاکستان خود کشوری است که 40 سال گذشته به هم در تولید افراطیت، هم در تولید توریسم، هم در تولید کسای یا کسایی که تفنگ به دست دارن و افراطیت تولید کردن، هم در موضوع جنگ کشمیر، در چچنیا، بوسنیا، افغانستان، کشورهای آسیای میانه، حتی در سینیانگ ایالت چین زمانی که کسایی که دستگیر میشن به یک نحو ارتباط میگیرن با خاک پاکستان که ترنینگ دیدن یا در پاکستان وقت گذاشتن، تحت رهبریت یک دیده علمای پاکستان قرار گرفتن، ذهنیت داده شده، هم موضوع جهاد، هم موضوع افراطیت، هم موضوع سایر مسائل مطرح شده. آقای هاشمی کوتاه میخوام پاسخ بگیرم، پاکستان از این سفر دنبال چی است؟ چی میخواد دست بیاره؟ پاکستان به نحوی کوشش میکنه که فشارهای جهانی را برای خود کاهش بده و بر جهان نشان بده که خب ما همیشه حاضر هستیم با پاکستان افغانستان مذاکره کنیم، ما سفرهای بلند مقامات بلند پایه داشتیم در افغانستان و تا یک نحوی افغانستان قناعت دادیم که ما میخوایم در افغانستان یک صلح پایدار به وجود میآید، یا ما در صلح در افغانستان به معنی صلح در پاکستان است، ما موضوع انتقال انرژی مطرح بس میشه، موضوع تبادل زندانیان مطرح میشه، موضوع بازگشت مهاجرین مطرح میشه، مثلا نکات عمده ای که در سفر آخر داشتن. پاکستان کوشش میکنه به یک نوع به جهان وانمود بکنه که خب ما همیشه کوشش کردیم در افغانستان صلح به وجود میآید و ما همیشه همکار هستیم. مثلا زمانی که ما اسم مطرح میشه که ما طرفدار مذاکرات با طالبان بر رهبری افغانستان هستیم، در حالی که رهبری پاکستان طالبان در پاکستان وجود داره، چطور امکان داره که شما در خاک شما حضور داشته باشه، شما برش جای پناهگاه داشته باشین، باز بگوین که ما حاضر هستیم که بر رهبری افغانات
مذاکره سره مگر اینکه شما آنها را وادار بکنید که از خاک پاکستان برای بیاد در افغانستان، شما وادار بشید نفوذی که شما برای آنها دارین وادار بشید که بیا به حکومت افغانستان مذاکره کنه تا که ما برسیم به طرف صلح. شما میگین تا زمانی که فشار بالای نظامیای پاکستان نبیاید، نظامیایی که تاثیرگذار در سیاست خارجی پاکستان در قبال هندوستان و افغانستان است، تغییر ما شاید نخواهیم بود. چه فشاری میتونه مؤثر باشه؟ فشارهای مختلفه. چه مثلا؟ مثلا تحریم ها، قطع امتیازات مادی که برای پاکستان صورت میگیره، کمک هایی که برای پاکستان صورت میگیره، مثلا گنجاندن برخی از نظامیان پاکستان در لیست سیاه در بخش سفرهای پاکستان، مثلا در لیست سیاه قرار دادن برخی از گروپ هایی که در پاکستان تحت عنوان دین، تحت عنوان مذهب فعالیت میکنن و به یک نحو توریسم تمویل میکنن، این گروه ها به تحت فشار قرار داشته. حتی اگر امکان داشته باشه، جامعه جهانی باید عملیات مشترک نظامی را علیه علاقات که در پاکستان فعالیت میکنن باید صورت بگیره. بالاخره پاکستان وادار بشه و که دیگر شما نمیتونین که تولید توریسم میکنین به خاطر منطقه، هم صلح هم ثبات منطقه را به مخاطره بیندازین، هم جامعه جهانی در افغانستان چالش بکنین که بدون از اینکه پاکستان از شما امتیازات ندین شما در افغانستان صلح آورده نمیتونین، مگر اینکه برعکس این موضوع مطرح شود، یعنی پاکستان تحت فشار، بخش حکومت ملکی نظامی پاکستان تحت فشار قرار بگیره تا پاکستان صادقانه در صلح افغانستان همکاری بکنه. سپاسگزارم از حضورتان آقای سید حبیب الله هاشمی استاد دانشگاه. شکر شما. و سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان عزیز. ادامه برنامه را با همکارم آقای سیدی همراه باشید.